امروز 2 سال از 6 بهمن 1341 می‌گذرد، روزی که به تصویب شما ملت ایران 2500 سال تاریخ اجتماعی ایران را ورق زدیم و یک مرتبه و همه جانبه وارد ردیف اول ملل و اجتماعات مترقی امروز جهان شدیم. عظمت و قاطعیت انقلاب ما و جواب مثبت و خرد کننده شما به قدری بود که برای دشمنان ایران حالت بهت و سرگیجی پیدا شد. روز 6 بهمن با تصویب ملت، بدون اینکه از دماغ کسی خونی جاری شود، به عنوان انقلاب سفید شاه و مردم وارد تاریخ شد. اما من پیش بینی می کردم که 2 جناح، یعنی مخربین بی وطن سرخ و مرتجعین سیاه، آرام نخواهند نشست، چون دنیای آنها تمام می شد. در اسفند 1341 در فارس، مرتجعین دزد قاتل قطاع الطریق را راه انداختند که قوای انتظامی با دادن 65 قربانی خاموش ساخت. در 15 خرداد 1342 در تهران، اوضاعی چنان وحشیانه به پا ساختند که از ذکرش شرم دارم، که آن هم با سرکوبی جاهلین و خائنین خاتمه پیدا کرد. تمام تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است ما را باز به همین اتحاد نامقدس مورد سوء قصد به جان منصور نخست وزیر می رساند. منصور چه کرده بود؟ غیر از این که در اجرای هدفهای انقلاب 6 بهمن با پاکی و صمیمیت روزی 20 ساعت کار می کرد، غیر از این که برای اجرای این برنامه های فنی قیافه های جدید تحصیل کرده و متخصص و درستکار جمع آوری کند و روح همکاری دست جمعی و سازمان صحیح اداری ایجاد کند، با تمام قلب آرزو دارم که این فرد فداکار زنده بماند و به خدمت خود ادامه دهد. اما اگر خواست خدا طور دیگری بود، این مسئولیت را به فرد دیگری می سپردم که همان هدفها را تعقیب می کرد و یک لحظه وقفه در اجرای برنامه های انقلاب 6 بهمن که از آن موقع تا به حال با 2 سپاه دیگر تکمیل شده است پیش نمی آمد. چرا این موقعیت محکم و ثابت در مملکت پیدا شده است؟ برای اینکه 6 بهمن 1341 طوری پیوند شاه و مردم را محکم کرده است که مداخله یا نفوذ اجنبی را در مملکت ما به صفر رسانیده است. در این حال روابط ما با متحدین خود بر اساس صمیمیت و احترام متقابل و حقوق مساوی و با همسایگان و سایر ممالک دوست بر اساس بهترین و صمیمیترین روابط رایج بین المللی است. برای اینکه به شما ملت ایران، نسل امروزه که شاید خاطرش نیست، و برای دیگران احیانا برای یادآوری یا روشن کردن ذهن آنها، باید به شما بگویم که اینی که الان میگویم در مملکت ایران نفوذ خارجی دیگر نیست، پس موقعی که نفوذ خارجی بود موضوعش چه بود؟ برای این کار باید برگشت به گذشته، یعنی قبل از جنگ دوم بین‌المللی. ایران در آن زمان در تحت قیادت پدرم
قدم‌های سریعی به سوی پیشرفت و ترقی برمی‌داشت. قبل از او متاسفانه وضع مملکت ایران به مرحله بسیار اسف‌انگیزی رسیده بود. از استقلال ایران چیزی باقی نمونده بود. از وحدت ایران چیزی باقی نمونده بود، برای اینکه نه خطوط مواصلاتی بود و نه قدرت حکومت مرکزی، و هر گردنکشی برای خودش کوسی میزد و از راهی میرفت که غیر از متزلزل کردن اساس مملکت نتیجه نداشت. البته او به این جریان و نفوذ خارجی خاتمه داد، امنیت برقرار کرد و کارهایی که میبایستی ما را در میان ملل مترقی دنیا جای بدهد، او فکر میکرد با اعلام بیطرفی ایران که شرافتمندانه محترم میداشت میتوانست مملکت خود را در آن بحران کند و به ساحل نجات برساند. متاسفانه بیطرفی ایران در اون موقع ضمانت اجرایی نداشت. ضمانت اجرایی اون بیطرفی میبایست از طرف ما داشتن قوای مسلح کافی که قادر به حفظ و وادار کردن سایرین به احترام به اون بیطرفی باشد. فرصت کافی نداشت و مملکت استعداد کافی مالی و فنی نداشت که چنین قوای انتظامی را تهیه بکند. حتی بعضی از واحدهای مرزی ما به جای تفنگهای جنگی تفنگهای مشقی داشتند. ناگهان در ساعت 4 یا 4:30 صبح بدون اعلان قبلی قوایی متحد در آن روز از هر سمتی به داخل مملکت سرازیر شد و سربازخانه های بیدفاع ایران مورد بمباران واقع شد و قوای ما که مأموریتی برای دفاع نداشتند متاسفانه بعد از 2-3 روز مجبور به ترک مقاومت شدند. اون اوضاع به هم خورد. معلوم می شد که خاک ایران برای مقاصد متفقین اون موقع لازم بود و استفاده کامل از خاک ایران با وجود یک رئیس وطن پرست مدافع مصالح مملکت خود امکان پذیر نبود. پس می بایست او برود. فکر می کردند و البته همینطور هم بود. پس چه می بایستی کرد؟ 2-3 روز در شناسایی یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد. شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشود؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود.
اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قوای ایران از پادشاه بود. در این قسمت شدیداً مقاومت کردم و پیشرفت نکردم. حتی سعی شد باقی مانده اسلحه مختصری که هنوز در اختیار ما بود از ما بگیرند. حتی یه مقدار از توپخانه ما رو بگیرند. مقدار از تانک های ما رو بگیرند. یه مقدار از تفنگ های ما رو گرفتند. ولی به اساس کار با مقاومت لطمه وارد نشد. ولی در ایجاد دستجات سیاسی متعدد و مختلف موفقیت حاصل کردند. در واقع سعی شد تمام افراد به جان هم بیاندازند. هر کسی دنبال هدفی بگردد. هر هدفی با هدفهای دیگر مختلف باشد. همه به اصطلاح توی سر هم بزنند. ایلات و عشایر که یک موقعی کاملا در راه ساختمان مملکت شرکت کرده بودند و به دامداری می پرداختند، با ایجاد دوباره خان و خانبازی و تصریح آنها دو مرتبه آلت اجرای سیاست تفرقه اندازی و تضعیف حکومت مرکزی شد. البته در مقابل یک چنین تضعیف حکومت مرکزی نتایج متعددی گرفته می شد. یکی از آنها ستونهای پنجمی که خود به خود ایجاد می شد. البته شاید خواستن زرنگی بکنن. مثلا خاطرم هست اولین دسته ای که اون موقع به اسم حزب توده یا کمونیست ایران تشکیل شد به وسیله یکی از عمال کهنه و قدیمی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، یعنی یک شخصی به اسم مصطفی فاتح ایجاد شد و روزنامه‌ای به اسم روزنامه مردم به عنوان ارگان اون حزب راه انداختند. خب این زرنگی‌ها البته نتایج مختصری می‌داد، ولی طرف که مسلماً خواب نبود. ممکن است که کادرهای رئیسه را اون شخص به اصطلاح اداره می‌کرد، ولی سیاهی لشکر مسلماً از ید کنترل او خواهد و اون کنترل کاملاً در دست همون کمونیست‌های حقیقی افتاده بود. این وضعیت اسف‌آور ادامه داشت تا رسیدیم به اواخر جنگ. یک سال مونده به آخر جنگ، واقعه آذربایجان ایجاد شد. در چند ماهی که قبل از ایجاد واقعه آذربایجان ما گذراندیم، دیدیم که همون عوامل متعدد سیاسی که به تشویق خارجی راه افتاده بود نمی‌گذاشتند که کوچکترین کاری در مملکت صورت بگیرد. حتی برای 3 الی 4 ماه در مجلس ایران ابستروکسیون شد که دولت نمیتوانست یا خود را معرفی بکند یا رأی بگیرد. موقعی که وقایع آذربایجان اتفاق افتاد، اگر به خاطر داشته باشیم، وزرای خارجه 3 مملکت امریکا و روس و انگلستان در مسکو جمع شده بودند و یک راه حلی که برای وقایع آذربایجان پیشنهاد کرده بودند این بود که ایران به تمام مناطقی از مملکت خود که در اونجا احیانا یک نوع زبان محلی یا یک زبان به خصوصی صحبت می شد
به اون مناطق خودمختاری بدهند. به خواست خداوند این پیشنهاد قبول نشد، ولی آذربایجان برای یک سال از ایران جدا بود. معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید به پا خواستند. علی‌رغم تمام مخاطرات تصمیم گرفتیم که یا موفقانه خاک ایران را دو مرتبه به وطن ایران برمیگردانیم، یا در این راه لااقل شرافتمندانه از بین میرویم. باز به خواست خداوند در این راه توفیق پیدا شد. موقعیت جدیدی بود. دو مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بودند.